خب یه نگاهی هم بندازیم به این چند عنوانی که این بالا داریم که در واقع همین چیزهایی هستن که قبلا هم دیدیم. HUD ما که همون هد اپ دیسپلی مونه، قبلا چندین و چند بار باش آشنا شدید. تنها نکته که شاید در موردش بدونید جالبه اینه که با زدن دی شما میتونید سویچ کنید بین اتریبیوت هایی که هر چیزی داره. به طور مثال اینجا اگر ما این ظرف رو انتخاب بکنیم و من قفلش رو باز بکنم، من با زدن دی میتونم سویچ بکنم بین فیلترهاش، ماسکاش و حالا چیزهای دیگه. فکر کنم این یکی مثال بهتری باشه. اگر من اینجا باشم، بله دقیقا میتونم با روی اگر روی لایه باشم با زدن دی میتونم بین فیلترهاش و خود لایه سویچ بکنم و این دیگه منو بی‌نیاز میکنه از اینکه هر سری بخوام بیام و این پروجکت پن رو باز بکنم. عنوان بعدی فایل براوزر. قطعا شما دیدید که من برای زمانی که میخوام بیام چیزی رو وارد موشن بکنم از اینجا میام توی حالا یه سری شورتکات و یه سری جاها یا از توی دسکتاپ یا هر جای دیگه یه چیزی رو وارد موشن میکنم. عنوان بعدی لایبرریز. لایبرری ما یکی از جالب ترین قسمت های موشن. شما تمام بیهیویر هاتون اینجاست و شاید یکی از نکات خیلی خوبش این باشه که شما میتونید اینجا پریویو اون اتفاق رو ببینید که مثلا این بیهیویر چیکار میکنه یا مثلا این بیهیویر چیکار میکنه یا به طور مثال مثلا حالا یه بیهیویری مثل مثلا اتچ تو چی کار میکنه یا اترکتور چی کار میکنه. شما میتونید پریویوش رو اینجا ببینید. همچنین فیلتر هاتون، مثلا من میخوام فیلتر سیرکل بلار ببینم چی کار میکنه یا همچنین تاثیر رو تصویر میذاره یا مثلا فیلتر گلو من چی کار میکنه یا همچنین تاثیری توی تصویر میذاره یا حالا الاخر. ایمیج یونیتس شما باز یه سری یونیت های تصویری تونن در واقع که بهتون یه سری اطلاعات در واقع تمپلیت های تصویری شما هستن. جنریتور ها همون چیزهایی که شما توی فاناکات هم داشتین، چیزهایی که ساخته میشن، یعنی ساختاری هن و از یه چیزی ساخته میشن توی فاناکات یا توی موشن رو شما توی قسمت جنریتورز میبینید. پارتیکل امیترز شما یه بحثی که حالا خیلی بیشتر روش ما با هم مانور میکنیم ولی خب همینجا بخوایم ببینینش، پریویو تمام پارتیکل هاتون رو یا سیستم های تراوشیتون رو از اینجا میتونید ببینید. البته ممکنه خب خیلی بگن که این سیستم تراوشی که تو میگی ترجمه درستی نیست، سیستم افشانی، نمیدونم هر جوری که خودتون دوست داری ترجمهش بکنید. شما پریویو اینها رو میتونید از اینجا ببینید. شاید یه نکته متفاوتی که در مورد پارتیکل ها وجود داره اینه که شما اگر بیاید یه پارتیکل رو انتخاب بکنید، به طور مثال این پارتیکل رو، و داخل خود قسمت پریویوتون کلیک بکنید و کلیکتون رو جابجا بکنید، پریویوش رو میتونید اینجا ببینید. به طور مثال من اینجا، حالا شاید اینا خیلی راحت نباشه این توضیح این موضوع در موردشون، ولی من مثلا این هیت رو اگر بزنم و توی اینجا کلیک بکنم، به ازای جاهایی که من کلیک میکنم میتونم پریویوم رو جاش رو ببینم. البته نمیدونم چرا تغییر نمیکنه الان، ولی خب در هر صورت توی شرایط عادی این اتفاق میفته. حالا اگر من فکر کنم یه بار ریفرشش بکنم برم سراغ یه عنوان دیگه، شاید ما با هم این اتفاق رو ببینیم. خب علی الظاهر مثل اینکه با من سر لج داره، این دفعه هر کاری میکنم دیده نمیشه. در هر صورت ممکنه من یه بار باز کنم برنامه رو ببندم و این اتفاق درست انجام شه، همونطور که به دفعات توی چیزهای دیگه هم دیدیم. شما 209 تا پارتیکل آماده دارید که از اینجا پریویوش رو میتونید ببینید و بالاخره درست شد و با کلیک کردن اینجا شما پریویو تصویری هم ازش داشته باشید. مثلا من اگر یه امیتر داشته باشم به این شکل یا به این شکل، میتونم با کلیک کردن و جابجا کردن حتی تاثیر انیمش رو توی اینجا ببینم. اگر من این امیتر رو بگیرم و تکونش بدم، این تصویر اینجا ایجاد میشه. قسمت بعدی رپلیکیتور های شما هستن یا تکرار کننده ها. یه چیزی ما اینجا داریم به عنوان رپلیکیتور که از یک چیز شما چند تا چیز تولید میکنه. پریست هاشو شما اینجا میتونید ببینید. عنوان های بعدی شیپ ما هست، مثلا ستاره 5 پر، 6 پر، فلش، شکل الماسی و حالا انواع اقسام شکل مختلفی که ما از اینجا میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. گرادیان هامون، فونت هامون، فونت های زندمون که این فونت ها فکر کنم یه بارم قبلا خدمتتون گفتم فقط در مورد فونت های انگلیسی کاربرد دارن چون یه ساختار کشیدنی دارن و خب طبیعتا برای فونت های فارسی هم چیزی وجود نداره. یه استایل فونت ما داریم، قبلا در موردش توی بخش تکست با هم صحبت کردیم.
شیپ استایل داریم که شما به اشکالتون میتونید این استایل ها رو بدین. توی قسمت پینت با هم این اشکال رو دیدیم. موزیکتون شما رو به لایبرری موزیکتون میبره، فوتوزتون به لایبرری فوتوزتون، و کانتنتتون به کانتنت موشن. فوتوز شما اون چیزی که شما توی فولدر فوتوتون توی مکنتاش سیف کردیم، میوزیکتون هم همینطور، در واقع فولدر آیتیونزتونه. اما کانتنت شما 1437 عنوانی که موشن برای شما نصب میکنه، بکگراند ها، یک سری چیزها و شکل هایی که کشیده میشن به اسم دراینگ هستن، و انواع و اقسام شکل هایی که اینجا شما داریم، مثل قاب ها، مثل حالا یه سری چیزهای فلورا که همون در واقع گیاهی هست، گجت، یه سری چیزهای به این شکل، خیلی هاشون هم انیمه دارن، ایمیج، تصاویری که شما توی موشن دارید به صورت پریست، انیمه های خطی و خطوط، چیزهای میسک یا همون مختلف، ایمیج هایی که توی پارتیکل ها استفاده شده، سمبل هایی که این هم انیمه دارن، اگر شما بخواید میتونید ازشون استفاده بکنید، تمپلیت هایی که شما اگر خاطرتون باشه اول های اوایل آموزش با هم این اوپن تمپلیت رو وقتی که ما میزدیم یا همون از ویلکام سکرین تمپلیت رو باز میکردیم میدیدیم، تکس المنت هامون و عناوین تکسمون، انیمه ها و پریست های تکس تصویرمون اگه بخوایم از اینجا میتونیم دسترسی داشته باشیم، و عنوان آخر که وکتور آرت هست. اینا تمامشون وکتور هستن و طبیعتا شما اگه هر چقدر بخوایم میتونیم بزرگشون کنیم و کیفیتشون افت نمیکنه. خب این هم از قسمت لایبرریمون. اینسپکتورمون رو بارها بارها قبلا دیدیم، میدونیم که همه زندگی موشن ما توی قسمت اینسپکتور، پروژکت یا همون قسمت لیرز و مدیامون، پروژکت پینمون، و آخرین عنوانی که تایمینگ، همون زمانی که ما F6 رو میزدیم و تایملاین، کی فریم ادیتور و آدیو ادیتورمون برای ما باز میشد، اینجا از طریق تایمینگ هم میتونیم آن و آفش بکنیم.